در فصل ششم از آموزش مبانی مهندسی برق یک به آشنایی با قطعات الکترونیکی می‌پردازیم. تا حالا ما در فصل‌های قبل مدارکی رو بررسی کردیم که شامل المان‌های پسیو مثل سلف، خازن و مقاومت بودند. اما در ادامه می‌خواهیم به مدارات الکترونیکی بپردازیم. مدارکی که شامل قطعات اکتیو مثل دیودها، ترانزیستورها، ماسفت‌ها و غیره هست. در این فصل ابتدا ما با مدارات الکترونیکی و نیمه هادی ها میپردازیم و سپس قطعاتی مثل دیود ها، ترانزیستور ها، ماسپت ها و تریستور ها رو معرفی میکنیم و سپس در فصل بعد به کاربرد این قطعات اکتیو و الکترونیکی میپردازیم. ابتدا برای اینکه با کارکرد عناصر اکتیو آشنا بشیم لازمه که یک یادآوری رو درباره الکترون و ساختمان اون داشته باشیم. در ابتدا به مدل اتمی بور میپردازیم. طبق مدل اتمی بور که در دروس دوران دبیرستان هم با اون آشنا هستید، ساختمان اتم مانند یک منظومه هست که پروتون ها با بار مثبت به همراه نوترون ها که خنثی هستند در مرکز منظومه محکم نگه داشته شده اند و این قسمت هسته رو تشکیل می دهند. یعنی پروتون ها و نوترون ها هسته رو تشکیل می دهند و ثابت هستند و همینطور الکترون ها هم با بار منفی در یک سری مدارهای مشخصی در اطراف هسته در حال گردش هستند. این در واقع یک شمای گرافیکی از مدل اتمی بور هست که پروتون ها با بار مثبت و نوترون های خنثی در مرکز هسته محکم نگه داشته شدند و همینطور الکترون ها با بار منفی هم در یک سری مدارات مشخص و در یک فاصله مشخص از هسته در حال گردش هست. مثلا هیدروژن رو در نظر بگیریم. هیدروژن دارای یک پروتون و یک الکترون هست. پس پروتون در مرکز قرار داره و الکترون اون هم در یک مدار دایره‌ای و به یک فاصله مشخص از پروتون در حال گردش هست. و یا هلیوم رو در نظر بگیریم که داره دو تا پروتون و دو الکترون هست. دو تا پروتون به همراه نوترون ها در مرکز قرار دارند و دو تا الکترون هم در یک مدار دایره‌ای شکل و به یک فاصله مشخص از هسته در حال گردش هستند. و نکته مهم اینه که هر اتمی دارای تعداد مشخص و منحصر به فردی پروتون و الکترون هست. یعنی اتم های مختلف در حالت عادی و خنثی دارای تعداد پروتون ها و الکترون های مشخصی هستند و به تعداد پروتون های اتم عدد اتمی میگوییم. و همونطور که میدونید اتم های مختلف در یک جدول به اسم جدول مندلیوف به این صورت آرایش یافته اند و اتم هایی که دارای خواص مشابه با هم هستند در گروه های مختلف قرار میگیرند. حال ممکنه که این سوال پیش بیاید که چرا به تعداد الکترون ها که در حالت عادی برابر با تعداد پروتون ها هست عدد اتمی نمیگوییم؟ چون در واقع تعداد پروتون ها در هر شرایطی ثابت هست، چون پروتون ها در مرکز اتم قرار دارند و ثابت هم هستند و نمیتونن تعداد اونها دستخوش تغییر بشود. اما در ادامه هم بیان میکنیم که الکترون ها میتونن از یک اتم به یک اتم دیگه منتقل بشه یا حتی از یک اتم از یک نوع به اتم از نوع دیگری منتقل بشود و اتم رو تبدیل به یون های مثبت و منفی بکنند. پس در کل الکترون ها چون امکان انتقال از یک اتم به یک اتم دیگر رو دارند نمیتونن عدد اتمی رو مشخص بکنند. اما یک فرضیه خیلی مهمی که در مدل اتمی بور وجود دارد اینه که الکترون ها در فواصل کاملا گسسته با انرژی مشخص در اطراف هسته قرار دارند و هرچه الکترون از هسته دورتر باشد انرژی اون هم بیشتر هست و هر فاصله گسسته یا هر مداری که در اطراف هسته هست بیانگر یک سطح انرژی مشخص هست. پس در واقع الکترون ها در یک فاصله مشخصی از هسته قرار دارند و انرژی الکترون ها هم در فاصله های مشخص مقداری ثابت و مشخص هست. و در مدل اتمی بور مدارات الکترونیکی بر اساس سطح انرژی آنها به لایه‌های الکترونی تقسیم بندی می‌شوند و در هر لایه تعداد حداکثر الکترونی مشخصی می‌تواند قرار بگیرد و ترتیب قرار گرفتن الکترون‌ها در لایه‌ها هم به سطح انرژی آنها وابسته است. یعنی هرچه
لایه دارای سطح انرژی پایین تری باشه، الکترون ها زودتر در اون لایه قرار می گیرند. و در مدل اتمی بور هم لایه های الکترونیکی بر اساس فاصله از هسته، یعنی سطح انرژی پایین تر تا سطح انرژی بالاتر، با شماره های 1، 2، 3 و غیره شماره گذاری می شوند. مثلا مدل اتمی سیلیکون رو بر اساس مدل اتمی بور در نظر بگیریم، به این صورت هست. سیلیکون دارای 14 پروتون، 14 نوترون و 14 الکترون در حالت خنثا هست و الکترون ها در 3 تا لایه در اطراف هسته قرار دارند. در لایه اول 2 تا الکترون قرار می گیرد، در لایه دوم 8 تا الکترون و 4 تا الکترون دیگه می مونه که در لایه سوم قرار می گیرد و حد اکثر تعداد الکترون ها در هر لایه برابر هست با Ne که Ne برابر هست با 2N بتان 2 که N هم شماره لایه هست. مثلا اگر N رو برابر با 1 در نظر بگیریم، Ne برابر با 2 به دست می آید. یعنی در لایه اول فقط 2 عدد الکترون قرار می گیرد و یا N رو برابر با 2 در نظر بگیریم، Ne برابر با 8 به دست می آید. یعنی در لایه دوم 8 الکترون حد اکثر می توانند قرار بگیرند و یا N رو برابر با 3 قرار بدهیم، Ne برابر با 18 به دست می آید. یعنی در لایه سوم حد اکثر 18 الکترون قرار می گیرد. به همین دلیل در مدل اتمی سیلیکون لایه اول که متناظر با N برابر با 1 هست، حد اکثر 2 تا الکترون می گیرد و لایه دوم هم که متناظر با N برابر با 2 هست، 8 تا الکترون می گیرد که این 8 تا الکترون رو مشخص کردیم. پس در لایه اول و دوم 10 تا الکترون جای گرفتند و با توجه به اینکه سیلیکون 14 تا الکترون داره، پس 4 تا الکترون دیگه در لایه سوم قرار می گیرد. و در مدل اتمی بور به آخرین لایه الکترونی در ساختار اتم، لایه ظرفیت میگویند و به الکترون هایی هم که در لایه ظرفیت قرار دارند الکترون های ظرفیتی میگوییم. و اثر جاذبه هسته بر الکترون های ظرفیت کمترین مقدار هست. چرا؟ چون گفتیم که هرچه لایه ها بالاتر برود، فاصله الکترون هایی که در اون لایه ها قرار می گیرند از هسته بیشتر میشه و هرچه الکترون از هسته فاصله بیشتری هم داشته باشه، انرژی اون هم بیشتر هست. و ویژگی های فیزیکی مانند رسانایی توسط الکترون های ظرفیت اتم تعیین می شود و زمانی که الکترون های ظرفیت انرژی کافی از منبع خارجی دریافت کنند، می توانند از قید هسته خارج شوند و تبدیل به الکترون آزاد بشوند. الکترون آزاد هست که باعث ایجاد جریان الکتریکی می شود. در واقع ما در مدارات الکتریکی برای راه اندازی جریان از یک منبع ولتاژ مستقل استفاده می کردیم. اون منبع ولتاژ مستقل کاری که می کند دقیقاً برابر هست با ایجاد انرژی کافی در الکترون های لایه ظرفیت که بتوانند به راحتی تبدیل به الکترون آزاد بشوند. و همینطور اگر اتمی الکترون از دست بدهد، تبدیل به یون منفی می شود و اگر اتمی الکترون بگیرد، تبدیل به یون مثبت می شود. و نکته مهم اینه که اتم های یونیزه شده ممکن است حالت پایدارتری نسبت به اتم خنسا داشته باشند، چرا که یکی از ملاک های پایداری آرایش متقارن لایه ظرفیت هست و ممکنه که در لایه ظرفیت اتمی 3 تا الکترون وجود داشته باشه. خب اگر اون اتم یک الکترون دیگر بگیرد، 4 الکترون خواهد داشت که 4 تا الکترون یک ساختار متقارن تر نسبت به 3 تا الکترون در لایه ظرفیت هست. اما میرسیم به مدل اتمی کوانتوم. من در واقع این مطالبی که درباره مدل اتمی بور و کوانتوم هست خیلی سریع بیان میکنم، چون قبلا در دروس دیگه با اون آشنا شده اید و من خیلی سریع این مطالب رو یادآوری میکنم تا به بحث اصلی برسیم. خب در مدل اتمی کوانتوم مانند مدل اتمی بور نیز هسته از جنس پروتون و نوترون هست و محل اون ثابت هست و الکترون ها هم در اطراف آن قرار میگیرند. اما مدل اتمی کوانتوم برخلاف مدل اتمی بور یک مدل آماری هست و محل دقیق الکترون ها در اون مشخص نیست. مدل اتمی بور به ما می گفت که الکترون ها در فاصله کاملا مشخصی با انرژی مشخصی در اطراف هسته قرار دارند. اما مدل اتمی کوانتوم یک مدل آماری هست
و نمیتونه محل دقیق الکترون ها رو مشخص بکنه. اما در ادامه بیان میکنیم که در مدل اتمی کوانتوم از یک سری اوربیتال یا زیرلایه استفاده میکنیم که با احتمال خیلی زیادی الکترون ها در اون زیرلایه ها قرار میگیرند. پس در مدل اتمی کوانتوم در هر لایه یک سری زیرلایه هم وجود دارد که زیرلایه ها رو با S, P, D و F مشخص میکنیم و باز هم در هر زیرلایه یک حداکثر ظرفیتی برای پذیرش الکترون وجود دارد. زیرلایه S حداکثر 2 الکترون، P حداکثر 6 الکترون، D حداکثر 10 الکترون و F حداکثر 14 الکترون رو در خود میتواند پذیرش بکند. و در مدل اتمی کوانتوم هر اتمی بر اساس جدول پیکربندی الکترون توصیف می شود که این جدول سطح انرژی، زیرلایه ها و تعداد الکترون ها در هر زیرلایه رو کاملا مشخص می کند. مثلا نیتروژن رو در نظر بگیرید. نیتروژن دارای 7 الکترون هست. پس می توانیم انتظار داشته باشیم که نیتروژن دارای 2 لایه الکترونی هست، چون یک لایه نمیتونه 7 الکترون رو در خودش بگیره، اون هم در لایه 1 که قبلا گفتیم که لایه 1 فقط 2 الکترون رو در خود میتونه جایی بدهد. پس در لایه 1 2 الکترون ابتدا قرار میدهیم، چون لایه 1 کمترین انرژی را دارد و زودتر پر میشود. و همینطور در لایه 1 اوربیتال S یا زیرلایه S وجود دارد که زیرلایه S هم فقط میتواند 2 الکترون رو در خودش جایی بدهد. پس لایه 1 به این صورت تعریف میشه، 1 S به توان 2، که این 1 شماره لایه هست، S زیرلایه یا اوربیتال رو مشخص میکنه و این 2 هم یعنی که 2 الکترون در اوربیتال S وجود دارد. خب پس 2 الکترون در لایه اول جایی میگیرد. چند تا میمونه؟ 5 الکترون دیگر میماند که این 5 الکترون دیگه در لایه دوم قرار میگیرد. حال ترتیب قرارگیری الکترون ها در هر لایه هم بستگی به انرژی زیرلایه های اون لایه داره و همواره انرژی زیرلایه ها به ترتیب از کمترین به بیشترین برابر هست با S, P, D و F. یعنی ابتدا در S، بعد P، بعد D و بعد F قرار میگیرند. پس از 5 الکترونی که میمونه 2 الکترون در اوربیتال S قرار میگیره و 3 دیگه میمونه و اون 3 دیگه در اوربیتال P قرار میگیره. پس لایه دوم برابر هست با 2S2، 2P3 که این 2 شماره لایه دوم رو مشخص میکنه و این 2 و 3 هم تعداد الکترون ها در اوربیتال های S و P رو مشخص میکنند. و یا مثلا سیلیکون رو در نظر بگیریم، سیلیکون دارای 14 الکترون هست و 14 الکترون رو ما میتونیم در 3 لایه جای بدهیم، چون یک لایه ظرفیت 2 الکترون، 2 لایه ظرفیت 10 الکترون را دارد. پس 14 الکترون باید در 3 لایه جای بگیرد. در لایه اول 1S2 قرار میگیره، در لایه دوم 2S2 و 2P6 هست. پس در لایه 1 و 2 جمعا 10 الکترون جای میگیرند و 4 الکترون دیگر میماند. پس این 4 الکترون دیگر در لایه سوم قرار میگیرند. در لایه سوم هم ابتدا S پر میشه، پس 3S2 رو خواهیم داشت و بعد 2 الکترون دیگه میمونه که در اوربیتال P قرار میگیره. پس جدول پیکربندی الکترون سیلیکون برابر هست با 1S2، 2S2، 2P6، 3S2، 3P2. و گفتیم که به لایه آخر لایه ظرفیت میگوییم. پس برای نیتروژن لایه ظرفیت 2S2، 2P3 هست. تعداد الکترون ها 5 هست، پس نیتروژن دارای 5 الکترون در لایه ظرفیت هست. برای سیلیکون هم این لایه ظرفیت هست و 4 الکترون در لایه ظرفیت وجود دارد و شماره لایه ظرفیت هم برابر با 3 هست، n برابر با 3 هست. اما گفتیم که در مدل اتمی کوانتوم دقیقاً محل فاصله الکترون ها از هسته مشخص نیست، بلکه یک سری زیرلایه S, P, D, F رو تعریف میکنه که احتمال این که الکترون در اونجا حضور داشته باشه خیلی زیاد هست و شکل زیرلایه ها هم متفاوت هست. مثلا اوربیتال S کروی شکل هست، اوربیتال P به صورت دمبل هست. مثلا در آرایش اتمی سیلیکون این ناحیه کروی خیلی کوچیکی که در اینجا مشاهده میکنید
مربوط به الکترون‌ها در لایه اول و اوربیتال S هست، یعنی در واقع مربوط به زیرلایه 1S2 هست، لایه اول و اوربیتال S که در این اوربیتال دو تا الکترون قرار گرفته است و این ناحیه کروی کوچیک مشخص میکنه که دو تا الکترون در اوربیتال S در لایه اول احتمال این که در این ناحیه قرار داشته باشند خیلی زیاد هست. همینطور این ناحیه کروی بزرگتر هم مربوط به الکترون ها در اوربیتال S و در لایه دوم هست، یعنی مربوط به اوربیتال 2S2 هست و در نهایت این ناحیه کروی بزرگتر هم مربوط به الکترون ها در همون اوربیتال S و در لایه سوم هست، یعنی 3S1. دقت بکنید که در لایه سوم و اوربیتال S فقط یک الکترون در این اتم وجود دارد. حال می‌پردازیم به انواع مواد از نظر رسانایی الکتریکی. مواد به سه دسته عایق، رسانا و نیم رسانا تقسیم بندی می‌شوند. عایق‌ها موادی هستند که در شرایط عادی جریان الکتریکی رو از خود عبور نمی‌دهند، مثل یک پلاستیک. اما رسانه‌ها موادی هستند که به راحتی می‌تونن جریان الکتریکی رو از خودشون عبور بدهند، مثل یک سیم مسی. اما نیم رسانه‌ها خاصیتی بین عایق و رسانا دارند و تحت یک شرایط تبدیل به عایق و تحت یک شرایط دیگه تبدیل به رسانا می شوند و ویژگی خیلی مهمی که دارند اینه که می توان هدایت الکتریکی آنها را تغییر داد یا هدایت الکتریکی آنها را کنترل کرد، که همین ویژگی نیمه رسانا هست که در ادامه هم بیان می کنیم که باعث میشه که از این نیمه رسانا ها بتونیم ادوات الکترونیک مثل دیود، ترانزیستور، ماسفت و غیره رو بسازیم. ابتدا به تعریف شکاف انرژی می پردازیم. چه وقت جریان الکتریکی برقرار میشه؟ زمانی که الکترون های آزاد وجود داشته باشه. حال چه وقت الکترون آزاد تولید میشه؟ زمانی که یک الکترونی که در لایه ظرفیت و یا باند ظرفیت یک اتم هست انرژی کافی رو دریافت بکنه که از باند ظرفیت خارج بشه و به یک لایه بالاتر که بهش باند رسانایی میگوییم برود. در باند رسانایی هر الکترونی وجود داشته باشه الکترون آزاد هست و میتونه باعث تولید جریان الکتریکی بشود و این انرژی کافی هم میتونه از طریق یک باتری، از طریق یک منبع مستقل و یا حتی از طریق منابع انرژی نورانی و حرارتی هم تولید بشود و به اختلاف سطح انرژی باند ظرفیت و باند رسانایی شکاف انرژی میگوییم. در واقع شکاف انرژی حداقل انرژی هست که به الکترون لایه ظرفیت باید بدهیم تا تبدیل به الکترون آزاد بشود. حال در این شکل شکاف انرژی انواع مواد عایق، نیمه رسانا و رسانا رو مشاهده میکنید. در یک عایق شکاف انرژی یا بندگپ خیلی بزرگ هست، یعنی در واقع اختلاف سطح انرژی باند ظرفیت و باند رسانایی خیلی زیاد هست. به همین دلیل در عایق باید انرژی خیلی زیادی به الکترون بدهیم که الکترون ها بتونن از لایه ظرفیت به لایه رسانایی منتقل بشوند. اما در رسانه ها چی؟ در رسانه ها در واقع باند ظرفیت و باند رسانایی با هم اوورلپ یا همپوشانی دارند، یعنی شکاف انرژی وجود نداره. به همین دلیل در واقع الکترون های آزاد خیلی زیادی در رسانه ها مثل یک سیم مسی وجود دارد و رسانه ها به راحتی میتونن جریان الکتریکی رو از خود عبور بدهند. اما نیمه رسانه ها چی؟ نیمه رسانه ها در واقع بندگپ و یا شکاف انرژی ما بین عایق و رسانا دارند. شکاف انرژی اونها بزرگتر از رسانه ها و کوچکتر از عایق ها هست. به همین دلیل در واقع تحت یک شرایط یکسان ما با دادن انرژی کمتر می توانیم جریان الکتریکی رو در داخل یک نیمه رسانا برقرار بکنیم. و نکته خیلی مهم اینه که الکترون ها نمی توانند در ناحیه شکاف بمانند، یعنی در واقع یا الکترون در باند ظرفیت هست و یا در باند رسانایی هست. اینطوری نیست که یک الکترون بتواند به این ناحیه وارد بشود و در همین جا بماند. حالت 0 و 1 هست. الکترون یا باید در ناحیه ظرفیت باشد و یا در ناحیه رسانایی. خب حال بیایم مس و سیلیکون رو با هم مقایسه بکنیم با توجه به مدل اتمی بور که در اینجا مشاهده میکنید. مس نمونه یک رسانا هست، اما سیلیکون نمونه یک نیمه رسانا هست.
این شکل مدل اتمی بور برای سیلیکون رو نمایش میده، اما این شکل مربوط به مس هست. همونطور که مشاهده میکنید در لایه ظرفیت مس 4 الکترون وجود داره، اما در لایه ظرفیت مس فقط 1 الکترون وجود دارد و این الکترون در لایه 4 قرار دارد، اما الکترون ظرفیتی سیلیکون در لایه 3 هست. پس یکی از دلایلی که مس رسانایی بیشتر از سیلیکون داره اینه که الکترون ظرفیتی اون در لایه 4 هست. قبلا گفتیم که هرچه لایه ها بالاتر میره انرژی الکترون در اون لایه ها بیشتر هست، یعنی در واقع تأثیر نیروی جاذبه هسته بر اون الکترون ها کمتر هست. در نتیجه اون الکترون ها میتونن با دریافت انرژی خیلی کمتری تبدیل به الکترون آزاد و برقراری جریان الکتریکی بشود. خب ما ابتدا کور رو تعریف میکنیم. در واقع در ساختار الکترونیکی یک اتم به کل ساختار بجز لایه ظرفیت کور میگوییم. مثلا برای سیلیکون اگر لایه ظرفیت رو حذف بکنیم به کل این ساختار شامل هسته که شامل الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها هست کور میگوییم. خب سیلیکون در حالت عادی خنثا هست، پس ما چون در لایه آخر 4 الکترون رو از کور خارج کرده ایم، پس کور داره یه بار مثبت 4 هست. چون 4 الکترون از دست دادیم پس کور داره یه مثبت 4 بار هست. اما برای مس چی؟ مس لایه ظرفیتش لایه 4 هست که فقط 1 الکترون دارد، پس کور اون داره بار مثبت 1 هست. حال مثلا این الکترون رو در لایه ظرفیت سیلیکون در نظر بگیرید. برای این الکترون یک نیروی دافعی از طرف کور برای روی این الکترون ایجاد میشه که چون کور داره بار مثبت 4 هست این نیرو از نوع جاذبه هست و باعث میشه که این الکترون به سمت کور جذب بشه که چون کور در اینجا بار مثبت 4 هست انرژی جاذبه بیشتری نسبت به مس که بار اون مثبت 1 هست تولید میکند. پس در واقع نیروی کور در مس خیلی کمتر از نیروی کور در سیلیکون بر روی اتم های لایه ظرفیت هست. به همین دلیل رسانه مس خیلی بیشتر از سیلیکون هست. همینطور یک نمونه دیگه از نیمه رسانه ها جرمانیوم هست که در این دوتا شکل ساختمان اتمی سیلیکون و جرمانیوم رو مشاهده می کنید. هم سیلیکون و هم جرمانیوم 4 الکترون در لایه ظرفیت دارند. لایه ظرفیت سیلیکون لایه 3 هست، اما لایه ظرفیت جرمانیوم لایه 4 هست. پس الکترون های لایه ظرفیت جرمانیوم تأثیر کمتری از هسته میگیرند. این باعث میشه که در واقع در یک شرایط ثابت رسانایی جرمانیوم نسبت به سیلیکون بیشتر باشه. یعنی در واقع الکترون های لایه ظرفیت جرمانیوم میتوانند با دریافت انرژی کمتر تبدیل به الکترون های آزاد بشوند. پس در شرایط یکسان جرمانیوم حالت ناپایدارتر نسبت به سیلیکون دارد. به همین دلیل اغلب در ساخت ادوات الکترونیکی از سیلیکون بیشتر استفاده میشود تا جرمانیوم. همینطور یکی دیگه از دلایل معروف بودن سیلیکون وجود منابع خیلی زیاد برای سیلیکون هست. در کره زمین منابع سیلیکون خیلی زیاد هست، اما منابع جرمانیوم خیلی کم هست. به همین دلیل اغلب در ساخت ادوات الکترونیک مثل دیودها، ترانزیستورها و غیره از سیلیکون استفاده می کنند. اما بیایم به پیوند کووالانسی بپردازیم. همه اتم ها در طبیعت می دونیم که تمایل دارند که یک حالت پایدارتری داشته باشند و یکی از کارهایی که یک اتم می تواند بکند تا تبدیل به یک اتم پایدارتر بشود اینه که لایه ظرفیت اون تکمیل بشه و یک ساختار متقارن داشته باشه. اما مثلا سیلیکون رو در نظر بگیرید، در لایه ظرفیت 4 الکترون دارد و برای این که تعداد الکترون های لایه ظرفیت رو افزایش بدهیم و یک حالت پایدارتری برای سیلیکون ایجاد بکنیم میتونیم از پیوند کووالانسی استفاده بکنیم. این در واقع در یک اتم سیلیکون با 4 اتم سیلیکون در اطرافش یک پیوند به اسم پیوند کووالانسی تشکیل میدهد که این پیوند کووالانسی باعث میشه که الکترون‌های لایه ظرفیت بین اتم‌های مجاور به اشتراک گذاشته بشه و لایه ظرفیت تکمیل‌تر بشه و آرایش متقارن‌تری به خود بگیرد تا منجر به یک
اتم با پایداری بیشتر بشود. خب این اتم با 4 اتم به این صورت پیوند کوالانسی تشکیل داده. حالا اگر برای سیلیکون واقعی و برای تمام اتم ها بیاییم پیوند های کوالانسی رو نشان بدهیم، یک ساختاری به این صورت خواهیم داشت. هر اتم سیلیکون با 4 اتم مجاورش پیوند کوالانسی تشکیل میدهد و یک ساختار متقارن به این صورت تشکیل میشود که به این ساختار متقارن کریستال هم گفته میشود. اما بیایم به جریان در نیمه هادی ها بپردازیم. فرض کنید که دما برابر با 0 کلوین باشه و اتم سیلیکون رو در نظر میگیریم که عدد اتمی اون 14 هست، یعنی 14 تا پروتون در هسته دارد و 14 تا هم الکترون دارد که لایه اول 2 تا الکترون داره، لایه دوم 8 تا و لایه سوم هم 4 تا الکترون دارد. در دمای مطلق 0 کلوین شکاف انرژی بین لایه ظرفیت و لایه رسانایی انقدر زیاد هست که هیچ الکترونی در لایه ظرفیت نمیتواند به لایه رسانایی برود. در نتیجه هیچ الکترون آزادی وجود ندارد. پس در دمای 0 کلوین هیچ الکترون آزادی در سیلیکون وجود ندارد. اما فرض بکنید که دما رو افزایش داده ایم. مثلا سیلیکون رو در دمای معمولی در نظر بگیرید، 25 درجه سلسیوس. در این صورت برخی از الکترون ها در لایه ظرفیت می توانند از طریق انرژی محیط انرژی لازم رو دریافت بکنند که شکاف انرژی رو پشت سر بگذارند و به باند رسانایی منتقل بشند و تبدیل به الکترون آزاد یا فری الکترون بشوند. خب اگر یک الکترون از لایه ظرفیت به لایه رسانایی منتقل بشه، خب طبیعتاً جای خالی اون الکترون در لایه ظرفیت میمونه که به این جای خالی هول یا حفره میگوییم و به الکترون آزادی که در لایه رسانایی هست و حفره‌ای که در لایه ظرفیت هست جفت حفره الکترون میگوییم. پس در دمای معمولی برخی از الکترون‌های ظرفیتی میتوانند انرژی لازم رو از طریق گرمای محیط دریافت بکنند تا به لایه رسانایی منتقل بشوند که این در واقع باعث میشه که الکترونی که در پیوند کوالانسی بین دو تا اتم مجاور هست اون الکترون در واقع انرژی کافی رو دریافت بکنه و تبدیل به الکترون آزاد بشود و جای خالی اون پیوند در پیوند کوالانسی یک حفره به جای میماند. و همینطور الکترونی که به لایه رسانایی منتقل شده ممکنه که انرژی که دریافت کرده است رو دوباره از دست بدهد. در نتیجه دوباره به لایه ظرفیت برمیگردد و با یک حفره‌ای که در لایه ظرفیت قرار دارد دوباره ترکیب می شود. یعنی ترکیب حفره الکترون اتفاق می افتد. پس در کریستال سیلیکون در دمای معمولی حرکت الکترون ها تصادفی هست و به همین دلیل جریان ناچیزی شکل می گیرد. این در واقع الکترون هایی که در پیوند کوالانسی هستند با دریافت انرژی به لایه رسانایی می روند. اما با از دست دادن انرژی که دریافت کردند دوباره به لایه ظرفیت بر می گردند و با یک حفره ترکیب می شوند و همواره ما بین میلیون ها اتم سیلیکون ترکیب حفره الکترون و همینطور انتقال از لایه ظرفیت به لایه رسانایی رو داریم. چون این حرکات الکترون ها تصادفی هست و جهتگیری ندارد، در نتیجه در کل در دمای معمولی هم در یک سیلیکون جریان خیلی ناچیزی شکل می گیرد که اغلب میتونیم از اون صرف نظر بکنیم. اما اعمال منبع خارجی باعث ایجاد جریان الکترون و حفره می شود. در دمای معمولی به دلیل اینکه حرکات الکترون ها کاتوره‌ای و تصادفی هست جریان زیادی ایجاد نمی شه. اما اگر یک منبع خارجی اعمال بکنیم مثل یک منبع ولتاژ، این باعث میشه که جهت حرکت الکترون ها منظم و جهتگیری بشود. مثلا اگر بین ترمینال سمت راست و چپ یک ولتاژ مثبت اعمال بشود، در این صورت الکترون ها به سمت ترمینال مثبت جذب می شوند و جریان الکتریکی شکل می گیرد. در واقع در این حالت الکترون هایی که وارد باند رسانایی شده اند به دلیل پولاریته مثبت منبع ولتاژ فوراً جذب پولاریته مثبت می شوند و به سمت راست حرکت می کنند. پس یک جریانی که در این حالت شکل می گیرد جریان الکترون ها هست. جریان الکترون.
اما یک اتفاق جالب دیگه اتفاق میفته و اون هم جریان حفره ها هست. یعنی خود حفره ها هم میتوانند باعث ایجاد جریان الکتریکی بشوند. به چه صورت؟ به این شکل دقت بکنید. این قسمت رو در نظر بگیرید. این الکترون که قبلا در این حفره قرار داشته با دریافت انرژی لازم به باند رسانه‌ای منتقل می شود و تبدیل به الکترون آزاد می شه و سپس جذب پولاریته مثبت منبع خارجی می شود. اما این الکترون رو در نظر بگیرید که این الکترون قبلا در اینجا وجود داشته و در لایه ظرفیت قرار دارد. این الکترون درسته که ممکن است مثل این الکترونی که وارد باند رسانه‌ای شده نتونه انرژی لازم رو دریافت بکنه تا وارد باند رسانه‌ای بشود. اما فاصله این الکترون از اینجا تا اینجا خیلی کم هست. در نتیجه با دریافت انرژی خیلی ناچیز میتونه این الکترون از جای خودش کنده بشه و وارد این حفره‌ای بشه که در واقع جای خالی این الکترون هست که اون وارد باند رسانه‌ای شده است. پس این الکترونی که قبلا در اینجا بوده وارد این حفره میشه و این الکترون باز هم خودش یک حفره ایجاد میکنه و دوباره این الکترون که قبلا در اینجا وجود داشت با دریافت انرژی خیلی ناچیزی میتونه به این حفره که مربوط به این الکترون بود منتقل بشه و خودش باز هم یک حفره به این صورت بر جای بگذارد و دوباره این الکترون که قبلا در اینجا حضور داشت با دریافت انرژی خیلی ناچیزی میاد در این حفره قرار میگیرد و خودش دوباره یک حفره بر جای میگذارد و به همین ترتیب و زنجیروار این در واقع اتفاق میافتد. انگار در واقع مثل این هست که این حفره ای که قبلا در اینجا حضور داشت این حفره به این صورت حرکت میکنه و جریانی به اسم جریان حفره شکل میگیرد که در واقع در اصل حرکت حفره نیست بلکه حرکت الکترون ها در لایه ظرفیت هست. پس در کل در یک نیمه هادی دو تا جریان داریم، جریان الکترون و جریان حفره، که جریان الکترون در واقع جریان مربوط به الکترون ها در لایه رسانه‌ای هست و جریان حفره هم مربوط به حرکت الکترون ها در باند ظرفیت هست که به صورت زنجیروار واسه جابجایی حفره می شود. حال در ادامه به نیمه هادی های نوع N و P میپردازیم. در واقع مکانیزم جریانی که در اینجا برای نیمه هادی نوع سیلیکون توضیح دادیم در واقع مشابه یک مقاومت به این صورت هست که به یک منبع ولتاژ مثلا یک باتری متصل هست. مقدار این مقاومت وابسته به دما و ابعاد فیزیکی این قطعه از سیلیکون هست. در واقع هیچ تفاوتی بین این قطعه و یک مقاومت وجود ندارد. حال یک راه برای این که رسانه‌ای این قطعه از سیلیکون رو افزایش بدهیم یا به عبارت دیگه مقاومت آن رو کاهش بدهیم اینه که بیایم از ناخالص سازی سیلیکون خالص استفاده بکنیم که منجر به تولید نیمه هادی های نوع N یا نگاتیو یا منفی و یا نیمه هادی نوع P و یا پوزیتیو و یا مثبت می شود. پس برای افزایش رسانه‌ای نیمه هادی ها باید ناخالصی به بلور خالص نیمه هادی تزریق کرد. این افزودن ناخالصی باعث میشه که یا تعداد الکترون ها افزایش پیدا بکند و یا تعداد حفره ها، چون گفتیم که در یک نیمه هادی جریان شامل جریان الکترون ها و حفره ها هست. ما هر کدوم از اینها رو بتونیم افزایش بدهیم منجر به افزایش رسانه‌ای خواهد شد. اگر اتم 5 ظرفیتی اضافه بکنیم، یعنی اینکه اتمی به بلور سیلیسیوم اضافه بکنیم که در لایه ظرفیت اون 5 الکترون وجود داشته باشه، در این صورت نیمه هادی نوع N یا منفی ایجاد میشه و اگر اتم 3 ظرفیتی اضافه بشود نیمه هادی نوع P تولید میشود. حال نیمه هادی نوع N رو در نظر بگیرید. در این نوع نیمه هادی اتم های 5 ظرفیتی مثل آرسنیک، فسفر، بیسموس و آنتیمونی به بلور خالص سیلیکون اضافه می شود. ببینیم چه اتفاقی می افته؟ خب مثلا فرض بکنید که اتم های sp یا آنتیمونی رو به بلور سیلیسیوم اضافه کردیم. در لایه ظرفیت آنتیمونی 5 الکترون وجود دارد که از این 5 الکترون 4 تا از الکترون ها میتونند با 4 اتم سیلیسیوس پیوند کووالانسی برقرار بکنند و یک الکترون میماند که اون الکترون تبدیل به الکترون آزاد می شود. پس افزودن اتم های آنتیمونی به بلور سیلیسیوم باعث میشه که تعداد الکترون های آزاد
افزایش پیدا بکند و باعث افزایش رسانایی بشود. به الکترون ها در این حالت حامل های اکثریت میگوییم، چرا که اگر فرض کنید که در یک قطعه بلور سیلیکون ما میلیون ها اتم آنتیمونی رو تزریق میکنیم، خب میلیون ها الکترون آزادی که ایجاد میشوند باعث افزایش رسانایی خیلی بیشتری نسبت به حفره ها میشود. پس در این حالت بیشتر جریان ناشی از این الکترون های آزادی هست که به دلیل افزودن اتم های آنتیمونی ایجاد شده است. پس به الکترون ها حامل های اکثریت میگوییم و به حفره ها حامل های اقلیت میگوییم. اما نیمه هادی نوع پیچی، فرض کنید که اتم های سه ظرفیتی مثل برون، ایندیم و گالیم رو به بلور سیلیکون خالص به این صورت اضافه بکنیم. در لایه ظرفیت برون، ایندیم و یا گالیم و همینطور اتم های سه ظرفیتی سه تا الکترون وجود دارد. پس اون سه تا الکترون با سه تا اتم سیلیسیوس پیوند کوالانسی برقرار می کنند و جای خالی یک الکترون هم می ماند که در واقع تشکیل یک حفره می دهد. و گفتیم که حفره در لایه ظرفیت اگه زیاد باشه باعث میشه که جنب و جوش الکترون ها در لایه ظرفیت بیشتر بشه و باعث افزایش جریان خواهد شد. در این حالت به حفره ها که نقش اصلی در برقراری جریان رو دارند حامل های اکثریت می گوییم. حال به پیوند PN میپردازیم. در واقع ما با استفاده از نیمه هادی نوع N و P تنها کاری که کردیم اینه که در این مقاومت مقدار مقاومت رو کاهش دادیم تا رسانایی اون یعنی یا جریان اون افزایش پیدا بکند. بازم در واقع یک نیمه هادی نوع N و یا P هیچ تفاوتی با یک مقاومت ندارد. تنها تفاوتی که دارد اینه که با افزودن ناخالصی های 3 ظرفیتی و یا 5 ظرفیتی R رو کاهش داده ایم تا جریان بیشتری برقرار بشود. اما اگر یک نیمه هادی نوع P و یک نیمه هادی نوع N رو به همدیگر متصل بکنیم اتفاقات خیلی جالبتری خواهد افتاد. ببینیم چی میشه. خب این ناحیه P هست و این لحظه صفر رو نشون میده، یعنی در واقع دقیقاً همون زمانی که این دوتا نیمه هادی رو یا این دوتا قطعه سیلیکون نوع N و P رو به همدیگر متصل میکنیم. نیمه هادی نوع P حفره های خیلی زیادی داره، این سفید رنگ ها حفره هستند، اما الکترون های خیلی کمی داره. اما در عوض نیمه هادی نوع N یا ناحیه N الکترون های خیلی زیادی داره، اما حفره های خیلی کمی در اونجا وجود دارد. وقتی که این دوتا رو در کنار هم قرار می دهیم، اتفاقی که می افته اینه که الکترون های ناحیه N، مثلا این الکترون تمایل خیلی زیادی داره که به ناحیه P برود و با حفره های ناحیه P ترکیب بشود. و همینطور وقتی که این الکترون به ناحیه P وارد میشه و با این حفره ترکیب میشود، به این ناحیه P یک الکترون افزایش مییابد. پس این قسمت دارای بار منفی میشود. اما ناحیه N یک الکترون رو از دست داده، پس بار اون بار مثبت میشود. دقت بکنید که در ابتدا، یعنی قبل از این که ناحیه های N و P رو به هم متصل بکنید، تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر هست و نواحی N و P دقیقا خنسا هستند. اما وقتی که این اتصال صورت میگیره، الکترون هایی که در ناحیه N هستند به ناحیه P میروند. باعث میشه که ناحیه P در مرز اتصال بین ناحیه N و P بار منفی داشته باشه و همینطور ناحیه N هم داره بار مثبت باشه. خب طبیعتاً از دروس فیزیک عمومی میدانیم که اگر ما در یک طرف صفحه بار مثبت داشته باشیم و در طرف دیگه بار منفی داشته باشیم، یک میدان الکتریکی ایجاد میشه. میدان الکتریکی که جهت میدان الکتریکی هم از بار مثبت به بار منفی هست. پس جهت میدان الکتریکی به طرف چپ هست. و از طرفی میدانیم که میدان الکتریکی به الکترون ها در خلاف جهت حرکت اونها نیرو وارد میکنند. خب حال مثلا این الکترون رو در نظر بگیرید، این الکترون میخواهد به سمت ناحیه P حرکت بکنند. خب وقتی که از این ناحیه یعنی در داخل میدان الکتریکی عبور میکند، نیرویی که میدان الکتریکی به اون وارد میکنه
به سمت راست هست، یعنی مانع حرکت الکترون به سمت ناحیه P هست. خب حالا اگر در ابتدا این الکترون موفق بشه که به ناحیه P بره، باعث میشه که بار منفی این صفحه منفی تر بشه و بار مثبت این صفحه هم مثبت تر بشود، که طبیعتاً این باعث میشه که قدرت میدان الکتریکی افزایش پیدا بکند. خب اگر قدرت میدان الکتریکی هم افزایش پیدا بکند، نیرویی که در خلاف جهت الکترون ها به اونها وارد میکند بیشتر میشود، پس بیشتر مانع حرکت الکترون های بیشتر به سمت ناحیه پی میشود. هرچه الکترون ها بیشتر منتقل بشوند، قدرت میدان الکتریکی هم بیشتر میشه و قدرت بازدارندگی الکترون ها از حرکت بیشتر میشود، تا اینکه در حالت تعادل یک ناحیه توهی خنسا از بارهای الکتریکی تشکیل میشود، که به این ناحیه ناحیه توهی میگوییم، ناحیه توهی، که هیچ بار الکتریکی در این ناحیه وجود ندارد، ناحیه خنسا هست، اما یک میدان الکتریکی قوی وجود دارد که باعث میشه که از حرکت الکترون های بیشتر از N به P جلوگیری بشود و به اختلاف پتانسیل بین دو طرف ناحیه توهی هم پتانسیل 100 میگوییم و ولتاژ 100 مانع حرکت بیشتر الکترون ها و حفره ها در پیوند PN می شود و مقدار ولتاژ 100 هم به نوع نیمه هادی میزان ناخالصی های 3 ظرفیتی و 5 ظرفیتی که اضافه کردیم و همینطور به دما بستگی دارد. حال می پردازیم به اولین المان الکترونیکی یا اولین المان اکتیو که دیود هست، که دیود دقیقا همون پیوند PN هست. در ادامه می خواهیم کار یک پیوند PN رو دقیق‌تر توضیح بدهیم. در یک پیوند PN یک نیمه هادی نوع N با یک نیمه هادی نوع P در کنار هم قرار می گیرند تا یک دیود تشکیل بشود. به پایه‌ای که به ناحیه P متصل هست آنود می گوییم و به اختصار با A نشون می دهیم و به ناحیه‌ای که به نیمه هادی نوع N متصل هست کاتود می گوییم و به اختصار با K نمایش می دهیم و این نماد فنی یک دیود هست. این طرف آنود هست و این طرف هم کاتود هست و انواع بسته‌بندی دیود رو در این شکل هم مشاهده می کنید. دیود یک المان الکترونیکی خیلی معروف هست و در بسته‌بندی های مختلفی به صورت تجاری در بازار وجود دارد، که بستگی به این که برای چه مصارفی می خواهیم از دیود استفاده بکنیم و همینطور بستگی به میزان جریان و ولتاژ قابل تحمل دیود، در بسته‌بندی های مختلفی دیود در بازار وجود دارد. حال می‌پردازیم به بایاس مستقیم دیود. منظور از بایاس مستقیم دیود این هست که یک منبع ولتاژ خارجی به اسم وی بایاس به دیود چنان متصل بکنیم که پتانسیل ناحیه پی یا ناحیه آنود بیشتر از پتانسیل ناحیه ان یا ناحیه کاتود بشود. چه اتفاقی میفته؟ این پتانسیل مثبتی که بین آنود کاتود وجود داره یک میدان الکتریکی به سمت راست ایجاد میکند. از طرفی در ناحیه توهی یک میدان الکتریکی به طرف چپ وجود داره. میدان الکتریکی دیود همواره از ناحیه کاتود به آنود هست. خب حالا اگر قدرت این میدان الکتریکی که ناشی از ولتاژ بایاس هست بیشتر از این میدان الکتریکی باشه، در نتیجه الکترون ها خیلی راحت میتونن از N به سمت P حرکت بکنند. این اتفاق دقیقاً میافتد. به دلیل میدان خارجی الکترون ها خیلی راحت میتونند از ناحیه 100 یا ناحیه توهی عبور بکنند. به این حالت بایاس مستقیم دیود میگوییم. این حالت در واقع بایاس مستقیم باعث میشه که عرض ناحیه توهی، یعنی این فاصله، خیلی کوچکتر بشود و اگر ولتاژ بایاس هم خیلی بزرگ بشه این ناحیه کلاً از بین میرود و نیمه هادی دقیقاً مثل یک رسانه عمل میکند. اما بایاس معکوس چی؟ بایاس معکوس یعنی این که ولتاژ بایاس خارجی که متصل می کنیم پولاریته مثبتش در سمت کاتود باشه. در این صورت جهت میدان الکتریکی که ولتاژ خارجی ایجاد می کنه به سمت چپ هست، که هم جهت با میدان الکتریکی ناحیه 100 هست. پس این دوتا اثر همدیگر رو تقویت می کنند و باعث میشه که عرض ناحیه توهی همونطور که مشاهده می کنید پهن‌تر بشود. وقتی که این ناحیه پهن‌تر بشه در نتیجه الکترون ها نمی توانند از ناحیه N به ناحیه P منتقل بشوند.
در حالت عادی، یعنی وقتی که ولتاژ بایاس وجود نداره، ممکنه که تعداد خیلی ناچیزی الکترون بتونن از ناحیه توهی عبور بکنند، اما وقتی که ولتاژ بایاس به صورت بایاس معکوس به دیود متصل بشه، قدرت میدان الکتریکی ناحیه صد انقدر افزایش پیدا میکند که هیچ الکترونی نمیتونه از ناحیه توهی عبور بکند. و همینطور با توجه به اینکه پولاریته مثبت منبع ولتاژ در سمت کاتود هست، این قسمت کاتود هست، پس این سمت داره پولاریته مثبت هست که این خودش باعث میشه که الکترون هایی که در ناحیه N هستند رو به سمت خودش جذب بکند. یعنی الکترون ها در واقع جذب پولاریته مثبت منبع میشوند و از ناحیه توهی عبور نمی کنند. حال میپردازیم به منحنی مشخصه دیود. منظور از منحنی مشخصه دیود در واقع رابطه گرافیکی جریان دیود بر حسب ولتاژ دیود هست. این مدار رو به صورت آزمایشگاهی میتونیم ببندیم و با تغییر ولتاژ بایاس از مقادیر مثبت تا مقادیر منفی میتونیم جریان دیود رو بر حسب ولتاژ دیود رسم بکنیم. منحنی که به دست میآید به این صورت هست که حال رابط ریاضی این منحنی ها اغلب در دروس پیشرفته مهندسی برق مثل الکترونیک 1 مورد بحث قرار میگیرد، اما برای درس مبانی مهندسی برق 1 همین نکته کافی هست که وقتی که ما ولتاژ بایاس مستقیم یا VF، این F در واقع مخفف فوروارد بایاس هست، وقتی که ولتاژ بایاس رو افزایش میدهیم رسانایی بیشتر میشه، جریان دیود خیلی بیشتر میشود. اما یک ولتاژی که در یک دیود مهم هست، ولتاژ این نقطه زانویی هست که برابر با 0.7 ولت هست، که البته این 0.7 ولت بستگی به دما، بستگی به نوع دیود، بستگی به ناخالیسی های نوع N و P و همینطور بستگی به جنس نیمه هادی هست، یعنی که جنس نیمه هادی جرمانیوم هست و یا سیلیسیوم. اگر ولتاژ بایاس کمتر از این 0.7 ولت باشه، جریان کمی از دیود عبور می کند. اما اگر ولتاژ بایاس مستقیم بزرگتر از 0.7 بشه، می بینیم که جریان دیود به شدت افزایش پیدا می کند. یعنی به ازای یک تغییر ولتاژ خیلی کوچیک بعد از 0.7 ولت، جریان دیود خیلی افزایش پیدا می کند. این در واقع مثل این هست که برگردیم به شکلهای قبل، این مربوط به بایاس مستقیم هست. در بایاس مستقیم میدان ناشی از ولتاژ خارجی به سمت راست هست، اما میدان ناشی از ناحیه صد به سمت چپ هست. خب اگر ولتاژ بایاس خارجی رو خیلی زیاد بکنیم، قدرت این میدان الکتریکی انقدر زیاد میشه که کلا میتونه ناحیه صد رو حذف بکنه. وقتی که ناحیه صد حذف شد، دقیقاً این دیود مثل یک سیم اتصال کوتاه شده رفتار میکند و از یک سیم اتصال کوتاه شده هم به راحتی میتونه جریان‌های خیلی زیادی عبور بکند. حال این منحنی برای بایاس مستقیم هست، این قسمت مربوط به بایاس مستقیم یا فوروارد بایاس هست. اما اگر بیایم جهت این منبع بایاس رو عوض بکنیم، با تکرار همین آزمایش میتونیم منحنی مشخصه در بایاس معکوس رو هم به دست بیاریم و در کل به این نتیجه برسیم. در بایاس معکوس جریان خیلی ناچیزی در اوردر صفر از دیود عبور می کند که در خیلی از کاربردهای عملی در این ناحیه جریان دیود رو برابر با صفر آمپر در نظر می گیریم. در بایاس مستقیم هم گفتیم که اگر ولتاژ کوچکتر از 0.7 باشه جریان کم هست، اما اگر بزرگتر از 0.7 باشه اون عرض ناحیه توهی کلن از بین میره و جریان دیود به شدت افزایش پیدا می کند. اما در بایاس معکوس یک اتفاق دیگه‌ای میتونه بیفته. اگر بیایم در بایاس معکوس مدار رو رسم بکنیم، به این صورت خواهد بود. این دیود هست، این آنود، این کاتود، و در بایاس معکوس پولاریته مثبت منبع در طرف کاتود قرار میگیرد. اگر دامنه ولتاژ V رو خیلی افزایش بدهیم، ولتاژ کاتود نسبت به آنود خیلی افزایش پیدا می‌کند. و این باعث میشه که پدیده معروفی به اسم شکست بهمنی اتفاق بیفته و دیود رسانا بشود. که البته این رسانا شدن دیود در بایاس معکوس در ولتاژهای خیلی بزرگ اتفاق میفته. به حداقل ولتاژی که باعث شکست دیود می‌شود، VBR یا بریک ولتاژ میگویند، ولتاژ شکست، که اغلب وقتی که ولتاژ بایاس معکوس دیود به ولتاژ شکست برسه، اغلب دیود خواهد سوخت. و ولتاژ شکست برای کاربردهای عملی ممکنه که 50 ولت، 100 ولت و یا حتی بیشتر باشه، بستگی به
نوع دیود و اغلب از دیود در این فاصله تا ولتاژ شکست استفاده می کنند. یعنی هیچ وقت در کاربردهای عملی کاری نمی کنند که دیود در ناحیه شکست قرار بگیره، بلکه دیود یا در بایاس مستقیم قرار می گیره و یا در بایاس معکوس قرار می گیرد. و همینطور اگر دما افزایش پیدا بکند، ببینیم چه اتفاقی میفته. این نمودار آبی مربوط به دمای 25 درجه سلسیوس هست. اما اگر دما به اندازه دلتا تی افزایش پیدا کرد، میبینیم که منحنی های صورتی رنگ به دست میآید که این باعث میشه که ولتاژ ناحیه صد کمتر میشه، رسانه‌ای دیود بیشتر میشه. میبینیم که به ازای ولتاژ کمتر جریان دیود خیلی بیشتر شده است و همینطور جریان دیود در بایاس معکوس هم افزایش پیدا می کند و همینطور ولتاژ شکست هم باز هم کاهش پیدا می کند، اندازش کاهش پیدا می کند. خب اما برای کارهایی که ما می خواهیم مدارات دیودی رو طراحی بکنیم، نمیام از این مدل دقیق منحنی مشخصه دیود استفاده بکنیم، چون روابط ریاضیش خیلی پیچیده میشه و امکان حل دستی وجود ندارد. به همین دلیل برای طراحی‌های تئوری از مدل دیودهای ایدئال استفاده می‌کنیم. به چه صورت؟ در بایاس مستقیم فرض می‌کنیم که ولتاژ دیود برابر با صفر هست، اما جریان اون می‌تونه هر مقداری باشه. و در بایاس معکوس هم جریان دیود رو صفر در نظر می‌گیریم، اما ولتاژ اون میتونه هر مقداری باشه. در واقع به این منحنی برگردیم، زمانی که دیود در بایاس مستقیم قرار میگیره، مثلا ممکنه که جریان دیود این نقطه باشه، در این نقطه قرار داشته باشه IF1 که ولتاژ متناظر با این نقطه تقریبا برابر میشه با 0.7 ولت که 0.7 ولت نسبت به منابع ولتاژی که در مدار داریم خیلی کوچیک هست. در نتیجه میتونیم از این 0.7 ولت صرف نظر بکنیم و اون رو کلا برابر با 0 در نظر بگیریم. و همینطور در بایاس معکوس هم جریان خیلی ناچیزی، این در واقع جریان خیلی کوچیکی هست، در اردر 1 میکرو آمپر تا پیکو آمپر هست، یعنی جریان خیلی کوچیکی هست که ما از این جریان میتونیم در مقابل جریان سایر شاخه‌های مدار صرف نظر بکنیم. در نتیجه میتونیم در این قسمت جریان دیود رو صفر در نظر بگیریم، یعنی منحنی به این صورت خواهد شد. این دقیقا میشه منحنی مشخصه دیود ایدئال. خب با استفاده از این منحنی مشخصه دیود ایدئال خیلی راحت میتونیم مداراتی که شامل دیود هستند رو تحلیل بکنیم. به چه صورت؟ مثلا این مدار رو در نظر بگیرید، پولاریته مثبت در طرف آنود این دیود قرار گرفته، پس این دیود در بایاس مستقیم قرار دارد و در بایاس مستقیم همونطور که مشاهده میکنید VF برابر با 0 هست، یعنی ولتاژ اون برابر با 0 هست. خب ولتاژ چه المانی 0 هست؟ یک کلید بسته. پس در بایاس مستقیم دیود ایدئال مثل یک کلید بسته عمل می کند. اما فرض کنید که پولاریته منبع رو تغییر دادیم که باعث بشه که دیود در بایاس معکوس یا ریورس بایاس قرار بگیرد. در این حالت طبق این نمودار جریان برابر با 0 هست. خب جریان چه المانی 0 هست؟ یک کلید باز. پس در این حالت دیود به صورت یک کلید باز عمل می کند. پس می بینیم که یک دیود در واقع می تونه به عنوان یک کلید الکترونیکی عمل بکند. اگر ولتاژ دو سرش مثبت باشه کلید بسته میشه و اگر ولتاژ دو سرش منفی باشه کلید باز خواهد شد. به همین دلیل در واقع به دیود المان اکتیو میگوییم، چون برای کارکرد صحیحش به یک منبع ولتاژ خارجی نیاز هست تا اون رو در ناحیه بایاس مستقیم و یا بایاس معکوس قرار بدهد. اما میتونیم منحنی مشخصهای تقریبی رو هم در نظر بگیریم. مثلا اینکه گفتیم در بایاس مستقیم ولتاژ دو سر دیود تقریبا نزدیک 0.7 ولت هست، یعنی کل ولتاژ دیود در این فاصله تا این فاصله رو میتونیم برابر با همین 0.7 ولت در نظر بگیریم. پس اگر دیود در بایاس مستقیم باشه، بایاس مستقیم، اون رو با یک منبع ولتاژ ثابت 0.7 ولت مدل میکنیم و اگر در بایاس معکوس باشه جریان اون برابر با 0 هست، IF برابر با 0 هست. خب در این حالت اگر دیود در بایاس معکوس قرار داشته باشه، اون رو دقیقا به صورت یک کلید بسته و یک منبع ولتاژ مستقل 0.7 ولت در نظر میگیریم،
یعنی به جای دیود در مدار الکترونیکی از این معادل الکتریکی استفاده می کنیم و اگر دیود در بایاس معکوس بود اون رو به عنوان یک کلید باز مدل می کنیم. اما یک مدل تقریبی کاملتر هم وجود دارد و اونم اینه که اگه به این منحنی مشخصه برگردیم میبینیم که در واقع در این فاصله یعنی در این جریان تا این جریان این منحنی میتونه به عنوان یک خط تقریب زده بشه، یعنی یک خط که IF رو به VF مرتبط میکند و همینطور در بایاس مخالف اگر خیلی ریز بشویم میتونیم در واقع این فاصله تا این فاصله رو میتونیم با یک خط تقریب بزنیم و شیب اون دقیقا یک مقاومت رو مشخص میکنه، چون اگر IF بر حسب VF یک خط بشه دقیقا مثل یک مقاومت هست. پس اگر ولتاژ دیود بزرگتر از 7 هم شد دیود با یک مقاومت مدل میشه و اگر کمتر از 7 هم بود که در نتیجه در بایاس معکوس قرار داره اون رو با یک مقاومت خیلی بزرگ مدل میکنیم. در بایاس مستقیم به جای دیود از مداری استفاده میکنیم که معادله مشخصه اون بیانگر این خط باشه که این خط هم دقیقا شامل یک منبع 7 هم ولت، یک مقاومت کوچیک RD پریم هست و یک کلید بسته هست که RD پریم اغلب نسبت به مقاومت‌های دیگه‌ای که در مدار وجود داره خیلی کوچکتر هست و اغلب هم میتونیم از تأثیر اون صرف نظر بکنیم. اما در بایاس معکوس دیود رو با یک کلید باز به صورت موازی با یک مقاومت خیلی بزرگ مدل می‌کنیم. این مقاومت خیلی بزرگ هست و اگر سایر مقاومت‌هایی که در مدار داریم خیلی کوچک باشند، مثلا مقاومت‌هایی که در مدار داریم مثلا 1 اوم، 2 اوم، 100 اوم باشند، اما RR پریم 1 مگا اوم و یا 1000 کیلو اوم باشه، در این صورت میتونیم RR پریم رو کلاً مدار باز در نظر بگیریم، یعنی همون مدل قبلی رو برای دیود در نظر بگیریم. خب حالا بیایم بپردازیم به یک مثال. در این مدار دیود رو ایدئال فرض می‌کنیم و منبع ولتاژ ورودی به شکل سینوسی هست، دارای دامنه 10 ولت هست و می‌خواهیم شکل موج سیگنال خروجی رو به دست بیاریم. خب گفتیم که دیود رو ایدئال فرض می‌کنیم. این یعنی که اگر دیود در بایاس مستقیم بود اون رو به صورت یک کلید بسته و اگر در بایاس معکوس بود اون رو به صورت یک کلید باز مدل می کنیم. خب این قسمت مربوط به بایاس مستقیم هست یا فوروارد بایاس و این قسمت هم مربوط به بایاس معکوس یا ریورس بایاس هست. حال چه وقت دیود در بایاس مستقیم قرار می گیره؟ واضحه که زمانی که IF بزرگتر و مساوی 0 باشه. و چه وقت دیود در بایاس معکوس قرار میگیره؟ زمانی که VF کوچکتر از 0 باشه، ولتاژ دیود کوچکتر از 0 باشه. دقت بکنید که VF ولتاژ آنود نسبت به کاتود هست. خب پس برای دیود ما 2 تا وضعیت رو داریم، یا کلید بسته و یا کلید باز. پس بهتره که ما بیایم یکی از فرضها رو در نظر بگیریم، مدار رو تحلیل بکنیم و شرایط درست بودن اون فرض رو بررسی بکنیم. مثلا فرض می‌کنیم که دیود رو به صورت یک کلید بسته مدل بکنیم و شرط بسته بودن دیود که همین IF بزرگتر مساوی 0 هست رو بررسی بکنیم. خب اگر دیود رو به صورت یک کلید بسته مدل بکنیم میتونیم اون رو به این صورت اتصال کوتاه بکنیم و دیود رو از مدار حذف بکنیم و باید جریان دیود رو به دست بیاریم، جریان آنود به سمت کاتود و این جریان باید بزرگتر از 0 باشد. خب برای به دست آوردن جریان IF کافیه که در این حلقه یک KVL بنویسیم. KVL بنویسیم، V این باید برابر باشه با منهای 3، ولتاژ این منبع ثابت هست، و علاوه 1 کیلو اوم ضرب در IF که 1 کیلو اوم هم معادل 1000 اوم هست، ضرب در IF. از روی این رابطه میتونیم IF رو به دست بیاریم. IF برابر میشه با V این و علاوه 3 تقسیم بر 1000 آمپر. IF با این فرض به دست اومده که دیود رو به صورت یک کلید بسته مدل بکنیم. حال شرط درست بودن این فرض چیه؟ اینه که IF بزرگتر مساوی 0 باشه، یعنی V این به علاوه 3 تقسیم بر 1000 بزرگتر مساوی 0 باشه. خب این نامعادله ساده رو حل بکنیم، V این باید بزرگتر مساوی منهای 3 باشد.
اما اگر وی این کوچکتر از منهای 3 بود چی؟ خب در این حالت دیود در بایاس معکوس هست و IF برابر با 0 هست. وقتی که IF 0 باشه در دوسر این مقاومت KVL بنویسیم وی اوت برابر میشه با 1000 اوم ضرب در IF که IF هم برابر با 0 هست چون دیود در بایاس معکوس قرار داره و اون رو به صورت یک اتصال باز به این صورت مدل میکنیم. پس میتونیم بگیم که اگر وی این بزرگتر مساوی منهای 3 بود دیود به صورت اتصال کوتاه مدل میشود، یعنی دیود روشن و یا آن هست، و اگر وی این کوچکتر از منهای 3 باشه در این صورت دیود مدارباز هست، دیود به صورت مدارباز و یا آف مدل میشود. حال در دو تا حالت وی اوت رو به دست میاریم. در حالت اول که دیود رو روشن در نظر گرفته ایم IF رو به این صورت به دست آوردیم و V out هم برابر هست با 1000 او ضرب در IF. اگر 1000 اوم در این عبارت ضرب بشه V out برابر میشه با V in به علاوه 3. این با این فرض هست که V in بزرگتر مساوی منهای 3 باشه. اما در حالت بایاس مخالف دیود هم بررسی کردیم که V out برابر با 0 هست، با این شرط که وی این کوچکتر از منهای 3 باشد. حال میتونیم شکل سیگنال خروجی رو رسم بکنیم. ابتدا سیگنال ورودی یا وی این رو رسم میکنیم در یک پریود. این سیگنال ورودی در یک پریود هست که دامنه اون برابر هست با مثبت و منفی 10 هست. حال شکل موج خروجی رو رسم می‌کنیم. وی این چه وقت بزرگتر از منهای 3 می‌شود؟ پس ابتدا بهتره که خط وی برابر با منهای 3 رو رسم بکنیم. خط ولتاژ منهای 3. خب در زمان تی 1 تا تی 2 ولتاژ ورودی کمتر از منهای 3 می‌شود. پس طبق این رابطه وی اوت هم 0 می‌شود. اما برای سایر فاصله های 0 تا تی 1 و همینطور تی 2 تا 2 پی که فرض کنیم که فرکانس سینوسی برابر با 1 رادیان بر ثانیه باشه، برای فاصله 0 تا تی 1 و همینطور تی 2 تا 2 پی وی این بزرگتر از منهای 3 هست. پس وی اوت برابر هست با وی این به علاوه 3. خب در اینجا وی این برابر با 0 هست، پس وی اوت برابر میشه با 3 به علاوه 0 که برابر با مثبت 3 به دست می آید. همینطور در این نقطه وی این 0 هست اما وی اوت برابر میشه با 0 به علاوه 3 که برابر با 3 به دست می آید. در این نقطه وی این منهای 3 هست، پس وی اوت برابر میشه با منهای 3 به علاوه 3 که دقیقا برابر با 0 می شود. در این نقطه هم باز هم برابر با 0 می شود و در این نقطه چی؟ وی این 0 اما وی اوت برابر میشه با 0 به علاوه 3 که برابر با 3 می شود. همینطور این نقطه رو هم در نظر بگیرید، این زمان پی دوم هست. وی این پیک برابر هست با 10، پس وی او برابر میشه با 10 به علاوه 3 یعنی برابر میشه با 13. پس شکل موج سیگنال خروجی تقریبا به این صورت هست. برای یک پریود و همین شکل موج رو با دوره 2 پی تکرار بکنیم، برای پریودهای بعدی هم دقیقا به همین صورت رسم میشود.